خب افکاری که شما در رابطه با آلت تناسلیتون دارید که دچار مشکل یا ایراد خاصی هست، این افکار میتونه ریشه در چند عامل داشته باشه. ببینید، در ابتدا بذارید من یک چیزی رو خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه بخوام بگم این عوامل چیه و راه درمانش چیه. اینه که شما تصور بکنید یک فردی اومده از آلت جنسی شما، شریک جنسی شما، اون پارتنر قبلی شما، از آلت جنسی شما یک تعریف نادرستی کرده یا یک تصویر غلطی رو به شما ارائه داده و این باعث شده که شما الان نسبت به آلت جنسی خودتون یک گارد و یا یک در واقع ذهنیت منفی دارید، به هیچ وجه تفکر درستی نیست. یادتون باشه که حتما در ذهنیت شما، در شناخت‌های شما، در باورهای بنیادین شما، در ناخودآگاه شما یک عامل و یک تفکر مرکزی وجود داشته که اون فرد با بیان این جملات یا با ارائه دادن این تصویر باعث فعال شدن، بیرون آورده شدن و در سطح آگاهی آورده شدن اون تفکر و باور بوده. اینجوری نبوده که در درون شما نبوده و اون فرد گفته و در شما ایجاد شده. پس در نتیجه در گام اول باید یادتون باشه که این تفکر نقص و این تفکر در واقع ارزشمند نبودن حالت تناسلیتون، زشت بودن حالت تناسلیتون، یا این تفکر در واقع زیبا نبودن حالت تناسلی شما به صورت یک هسته مستقل در شما وجود داشته و اون فرد فقط باعث بیرون آورده شدن و در سطح خودآگاهی قرار گرفتن این تفکر بنیادین یا ارزش درونی شما شد. این چیزی که اول باید بهش در واقع توجه داشته باشید. حالا اینکه چه عواملی وجود داره که چه چیزهایی میتونه در شما وجود داشته باشه که این مسئله رو در شما پدید آورده، میتونه در چند چیز خلاصه بشه. اول، حضور افکار وسواسی. یعنی شما اگر دارای اختلال وسواس فکری باشید، میتونه یکی از خروجی‌هاش ذهنیت منفی نسبت به اندام یا حالت تناسلی خودتون باشه. دوم، حضور اختلال خودزشت انگاریه که الان در شما معطوف و متوجه حالت تناسلیتون شده. سوم، داشتن افسردگی و اضطراب‌های بنیادین و زمینه‌ایه. یعنی اگر شما دارای یک افسردگی یا اضطراب درونی باشید، اون افسردگی و اون اضطراب میتونه عاملی باشه که شما در صدد کم کردن ارزش‌های خودتون و در صدد کم کردن در واقع توانمندی‌های خودتون باشید. چهارم، عزت نفس و اعتماد به نفس پایینه که در فرایند رشد، در هنگامی که شما داشتید در دوره رشد خودتون رو طی می‌کردید، این عامل میتونسته در شما شکل گرفته باشه و تصویر ذهنی شما نسبت به خودتون و نسبت به بدنتون دچار ایراد شده باشه. و در واقع مسئله پنجم، حضور تعاملات و استانداردهای ذهنی دارای ایراده که این تعاملات و این استانداردهای ذهنی میتونن نشان دهنده گذشتن از یک فرایند رشد نامناسب باشن که در شما ارزش‌ها یا باورهای بنیادین یا تفکرات زمینه‌ای غلطی ایجاد شده. خب این 4-5 تا عاملی که من خدمت شما عرض کردم میتونه از دلایل حضور این تفکر منفی در شما باشه. حالا اینکه شما باید چگونه این مسئله رو رفع بکنید، باید در صدد این باشید که حتما با یک روان درمانگر صحبت بکنید تا ببینه کدوم یکی از این عوامل و چه مسائلی در شما وجود داره که دامن زده اون چیزهایی رو که از بیرون به شما گفته شده. بعد یادتون باشه که اینکه در بیرون چیزی به ما میگن، ما از صبح تا شب میتونیم نظرات و مسائل مختلف رو در مورد خودمون از محیط پیرامونمون بگیریم. زمانی این نظرات و زمانی این مسائل میشونه در ما تبدیل به یک معضل بشه که همسو با تفکر درونی خودمون باشه و ما در درون خودمون این نظر بیرونی رو تایید بکنیم و گویی که صدای خیشتن رو از دهان کس دیگه‌ای شنیدیم. پس اینجا باید در صدد پیدا کردن اون عوامل درونی باشیم و حلش بکنیم تا بتونیم از این افکار منفی و از این اضطراب هایی که از این افکار منفی ناشی میشه رهایی پیدا کنیم.